با سلام و درود به همراهان همیشگی گیلاس. امروز براتون یه برنامه جالب داریم در مورد زندگی نوه‌های گوگوش، خواننده مشهور کشورمون. آیا اونها شباهتی به مادر بزرگشون دارن و راه او رو طی می‌کنن یا به حرفه‌های دیگری مشغول هستن؟ با من در این برنامه همراه باشید. همونطور که میدونید خانم گوگوش ازدواج‌های متعددی کرده که در برنامه‌های قبلی بهش پرداختیم. همسر اول ایشون محمود قربانی کابره‌دار مشهور تهران بودن که حاصل ازدواج این دو با هم پسری به نام کامبیز بود که در 23 آذر 1347 به دنیا اومد. کامبیز قربانی با توجه به شرایط زندگی پدر و مادرش، کودکی و نوجوانی سخت و پرتنشی رو پشت سر گذاشته. پدر او دست به زن داشته و مادرش رو کتک می‌زده و وقتی کامبیز فقط 5 سال داشته پدر و مادرش از هم جدا میشن و او با پدرش زندگی میکنه. بعد از انقلاب هم همراه پدرش به فرانسه و سپس به آمریکا میره و تا سالها مادرش رو نمیبینه. محمود قربانی و گوگوش هر کدوم بعد از جدایی بارها ازدواج مجدد میکنن و کامبیز هم شاهد تمام این وقایع و جنجال های رسانه‌ای ناشی از اونها بوده. کامبیز قربانی الان 52 سال داره و ظاهرا مجرده، ولی یک پسر و یک دختر به نام های دارا و مایا داره. تنها عکس او در کنار یک خانم همین عکس هست که ظاهرا عکس همسر و فرزند اولشه، اما بعد از اون از همسرش جدا میشه و مثل پدرش به تنهایی بچه هاشو بزرگ میکنه. اما قبل از اینکه بپردازیم به بیوگرافی مایا و دارا، فرزندان کامبیز قربانی، باید به یه نکته جالب اشاره کنیم و اونم این که کامبیز تنها فرزند گوگوش و محمود قربانی نیست و خواهر و برادرهایی هم داره. سالهاست که خانمی به نام شادی پهلوی دائما ویدیو ضبط میکنه و ادعا میکنه که فرزند مشترک گوگوش و محمد رضا شاه پهلویه. او بارها از گوگوش و کامبیز درخواست کرده که با آزمایش DNA موافقت کنن تا ادعاش ثابت بشه، ولی ظاهرا اونها این خانم رو بلاک کردن و پاسخی به درخواستاش ندادن. البته کامبیز قربانی خیلی فکر ارث و میراث مادرش گوگوش هست و اصلا نمیخواد تو این زمینه براش رقیب پیدا بشه. او حتی قبلا هم با ازدواج رسمی مادرش با رها اعتمادی به همین دلیل مخالفت کرده بوده. شادی پهلوی در این سالها پشت پرده‌های زیادی از دربار شاه رو افشا کرده و همچنین مدعی هست که در کودکی توسط فرع پهلوی مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته و چون راز محرمانه پدرش بوده توسط خانواده دیبا مورد سوء استفاده های سیاسی قرار گرفته. او از مادرش گوگوش متنفره و گفته که آرزو داره او رو در جمع هوادارانش با مسلسل بکشه. اما کامبیز به جز خواهر شادی پهلوی یک برادر هم از طرف پدری داره. محمود قربانی پس از طلاق دادن گوگوش دوباره ازدواج میکنه و در سال 1353 صاحب پسری به نام شهرام میشه. مادر شهرام هم مانند گوگوش برای مدت کوتاهی با محمود قربانی ازدواج کرده و سپس جدا میشه. شهرام بعد از جدایی پدر و مادرش دچار مشکلات عاطفی میشه. شهرام قربانی به همین دلیل رابطه خوبی با پدرش نداشته و نمیخواسته که فامیلی پدرش روش باشه. بنابراین بعدها فامیلی خودش رو به کاشانی تغییر میده که گویا نام فامیلی مادرش بوده. بله، ایشون همون شهرام کاشانی یا شهرام کی، خواننده معروف دهه 70 که برادر ناتنی کامبیزه. کامبیز و شهرام در لس آنجلس موسیقی پاپ کار میکردن و کارهای مشترکی هم ضبط کردن، ولی کامبیز در زمینه خوانندگی مثل برادر شهرام موفق نبود. هر دو پسر محمود قربانی بعدها درگیر اعتیاد شدید شدن و از عرصه موسیقی کنار گذاشته شدن. و اما میرسیم به نوه های گوگوش، دارا و مایا که فرزندان کامبیز قربانی هستند. دارا نوه اول گوگوش خیلی پرسر و صدا نبوده و در فضای مجازی هم فعال نیست. او 19 سال داره و ظاهرا به تحصیل مشغوله. اما مایا نوه دوم گوگوش مثل مادر بزرگش از بچگی فعال بوده و شغل شریف مدلینگ رو انتخاب کرده. مایا فقط 17 سال داره و سعی میکنه با استفاده از اسم و رسم مادر بزرگش در عرصه مدلینگ جایی برای خودش دست و پا کنه. او هر روز با انتشار عکس‌های نیمه عریان از خودش در اینستاگرام سعی در جذب مخاطب داره. برخی کاربران در فضای مجازی نوشتن که او شباهت زیادی به مادر بزرگش گوگوش داره. البته ما که شباهتی در چهره اونها ندیدیم، اما از نظر خط و مش و رفتار شباهت زیادی بین اونها هست. مایا هم مثل مادر بزرگش و پدرش بچه طلاقه. او مثل مادر بزرگش از بچگی دنبال مدل و مدل بازی و حتی خوانندگی و استیج و شاید اهل ازدواج‌های متعدد هم باشه.
بینندگان عزیز، اگر از این برنامه خوشتون اومده لطفاً اونو به اشتراک بذارین و کانال ما رو هم سابسکرایب کنین.